درود بر شما. بیژن آتشین جان هستم و 26مین قسمت از سری برنامه برای یک زندگی معمولی رو از جانب حزب سکولار دموکرات ایرانیان تقدیم شما میکنم. برنامه 26م برنامه خاصیه چون بدون هماهنگی قبلی و از گفتگوی بین اعضای داوطلب حزب ضبط شده. داستان اینه که ما هر هفته زمانی که در اتاق مجازی هماندیشی جمع میشیم، قبل و بعد از ضبط برنامه حدود 2-3 ساعت دیگه هم با هم درباره مسائل روز بحث و همفکری میکنیم. دو هفته پیش هم قبل از ضبط برنامه مسئله پیش اومد که در طی اون دبیر کل حزب ما خاطری از 50 سال پیش رو برامون تعریف کرد و بعد از هموندانمون خواست تا در مورد موضوعی که در این خاطره بهش اشاره کرده بود صحبت کنه. در نتیجه بین اعضای حاضر بحثی صورت گرفت که در پایانش دوستان فکر کردن که خود این بحث میتونه موضوع یه برنامه باشه. شاید در ابتدا به نظر برسه که مطالب این برنامه با برنامه‌های قبلی ما سنخیت نداره، به خصوص که فرمت اون مثل بقیه نیست. اما اگه با دقت به مطالب گفته شده توجه کنیم، خواهیم دید که شاید موضوع مطرح شده نه تنها به یکی از اجتناب ناپذیرترین وقایع پیش روی ما میپردازه، بلکه ما رو بر سر دوراهی داشتن یه زندگی معمولی یا غیر معمولی که همکنون در کشورمون جریان داره قرار میده و اهمیت انتخابهایی رو مشخص میکنه که به زودی ناچاریم باهاشون روبرو بشیم. پس از شما دعوت میکنم به این گفتگو با موضوع یک لحظه بحرانی توجه کنید و به خاطر داشته باشید که به استناد اونچه که دکتر نوری علا در این برنامه مطرح میکنن، همه ما به زودی با یک لحظه بحرانی دیگه مواجه خواهیم شد. با ما همراه باشید. من کی بودش 50 سال پیش که رفتم لندن درس بخونم در رشته جامعه شناسی سیاسی. خب میدونید شما هر علمی یه سری مفهوم داره، مثلا حتی یک اتومبیل از انجینش شروع میشه، از موتورش شروع میشه، نمیدونم دندش، رولش، چرخاش، این حرفا، این مجموعه رو ما که اسمگذاری کردیم بهش میگیم که اتومبیل. مثلا این در روانشناسی هم صادقه، در هر کار دیگه هم صادقه. یه مجموعه مفهومی هست که اینها اون علم رو تشکیل میدن و وقتی هم که کسی صحبت میکنه شما اگر دقت بکنید، اگر نتونه اصطلاحات اون علم رو به کار ببره، یعنی این کاره نیست، جعل کرده خودش آورده اونجا. همونطور که اتومبیلتون اگر ببرین و نگاه بکنین یارو راجب مشکل اتومبیل شما چی داره میگه، از حرفای اون میفهمین که این میدونه اجزای اتومبیل چیه یا نه. من یادمه که همون در سال اول درسی که میخوندیم سر کلاس در انگلیس، معلم ما یه پروفسوری بود، خیلی وقت پیش مرد، این آمد و گفتش که من یک سوالی از جمع شما دارم. حالا یک سالی گذشته ما اصول جامعه شناسی سیاسی رو درک کرده بودیم و اینا. گفت که به نظر شما در مجموعه این مفاهیمی که ما باهاش علم جامعه شناسی سیاسی رو میسازیم، مهمترین مفهوم کدومه؟ و این باعث شدش که در طول اون دو ساعتی که نشسته بودیم بحثای مختلفی شد، هر کسی یه مفهومی رو گفتش که مهمه و اینا. و بعد هفته بعدش معلم خودش اومد نظر خودش رو در این مورد گفت. من خواستم ببینم که واقعا شما دوستانی که الان در این اتاق مجازی نشستی، شما فکر میکنید که در مفهوم‌های سیاسی که وجود داره، از نمیدونم پادشاهی، جمهوری، رئیس جمهور، ولی فقیه، نمیدونم، و بگذاریم تا بیایم تا همه مسائل روابط خارجی، روابط داخلی،
نهادهای اجتماعی، نهادهای دولتی، کدوم مفهوم هستش که میشه گفت مفهوم اساسیه که تعیین سرنوشت میکنه در هر جامعه ای؟ من میخوام اون آزمایش اون استادمون رو اینجا تکرارش کنم. من عرض بکنم؟ بفرمایید. از نظر من مهمترین مفهوم جمهوریت هستش. خب اگر در یه جامعه ای جمهوریت وجود نداشته باشه، ما میخوایم بحث سیاسی بکنیم دیگه راجع به اون جامعه. میگیم که جمهوریت وجود نداره، بعد بحث تموم میشه؟ نه دیگه، این یک روند هستش باید طی بشه. لازمش آگاهی رساندن به جامعه هستش، شریک کردن مردم هستش، همه اینا که جامعه حرکت بکنه بره به سمت اون چیزی که هدفمون هستش، شریک شدن در سرنوشت خودش، مردم خودشون در سرنوشت خودشون تاثیرگذار باشن. دکتر من هویت رو میبینم. چه نوع هویت؟ هویت تاریخی؟ من فکر میکنم حالا هویت که خودش یه طیف وسیعه، ولی اگه قرار باشه که بحث تعیین سرنوشت یک حکومت، یک کشور باشه، هویت تاریخی یعنی همیشه هنر، ادبیات و تاریخ یک کشوری بخش بزرگی از هویت در واقع اجتماعی و هویت جمعی یک فرد رو که در ارتباط، یعنی یک هویت جمعی من میگم در واقع بین اون و همه افرادی که در اون سرزمین هستن ایجاد میکنه. این بخش از هویت هستش که میتونه در تعیین سرنوشت اجتماعی یک ملت نقش داشته باشه. اول به نظر من مردمانی که در این سه حوزه، در حوزه هویت تاریخی، هویت فرهنگی و ادبیاتشون، در این سه حوزه این هویت هاشون رو بازیابی و بازشناسی نکردن و در یک ابهامی در اینها هستن، برای تعیین سرنوشتشون اون پتانسیل ها و اون انگیزه ها رو که بهش بخوان شکلی برای یک تغییر بدن ندارن. من الان فکر میکنم که یک بخش بزرگی از رخوتی که در مردم ما وجود داره در ایران به خاطر این هستش که 40 سال این حکومت اینا رو دچار بحران هویت شدیدی کرده به لحاظ تاریخ و فرهنگ و ادب و هنر، و مردم ما واقعا توی این بحران و ترس از اینکه در ابهام چی کار میخوان بکنن، با ترس هاشونه که حاضرن در بدترین شرایط اینا رو تحمل کنن، به خاطر اینکه هیچ تصویر روشنی از آینده سرزمین خودشون ندارن. من تحلیل من بیشتر بحث بحران هویت تاریخی، فرهنگی، ادبی کشور هست که مردمانش داره. این اگه درست باشه برای همه چیز می جنگن که بخوان کشورشون رو حالا بعدن میاد بحث های دیگه، برای آزادی بخوان بجنگن، برای دموکراسی بخوان بجنگن، برای استقلال بخوام بجنگن، برای هر چیزی که شما فکر کنید، آدما برمیگردن به هویت‌هایی که ازش انرژی و نیرو و قدرت میگیره. اگه این هویت‌ها مخدوش باشه، هیچ حسی برای این حرکت وجود نداره. اکونومیش یه ذره به هم بخوره، بازم کنار میاد. یه ذره اینور اونور بشه، بازم کنار میاد. ولی اون چیزی که میتونه شدید رگ غیرت یک مردمی رو تو یک جامعه برافروخته کنه که بخوان برن جامعهشون رو دست بگیرن، به نظر من الزامات و فهم و درک هویت، این سه هویت هستش. مرسی. من قبل از نوبت بگیریم یا الان دارن نوبت میگیرن؟ کنید نوبت بگیرید. ممنون میشم ازتون. آقا فرشید شما بفرمایید. من اجازه دارم قبل از اینکه فرشید صحبت بکنه، یعنی ببینید، فکر کنیم بازی اینطوریه که ما داریم یک
کتابی می نویسیم میگیم که 10 کانسپت، 10 مفهوم مهم علوم سیاسی، این 10 مفهوم رو در 10 فصل می خواهیم توضیح بدیم. مثلا بگیم که نویسنده فصل اول آقای دارابی بود و اعتقادش این بودش که مهمترین مسئله سیستم اداره مملکت که یاد جمهوریت توش هست یا نیستش. یا خانم فرزان میگویند که مهمترین کانسپت هویت ملی مثلا. اگر اینجوری بریم، یعنی اول اون کانسپت رو بفرمایید و بعد توضیح بدید که چرا فکر میکنید مهمترین کانسپت این کانسپته، خیلی خوب میشه. پایان عرض. سپاس. آقا فرشید بفرمایید. ممنون. وقتی که میگیم مهمترین، خب میشه معنیش این باشه که اولین مؤلفه مستقل، که حالا همه مؤلفه های دیگه تابع اون هستن یا بیشتر تابعیت از اون دارن، به شکل این که حالا اولین مستقل ترین فاکتور تاثیرگذار در مسائل مثلا چیه، یا میشه بگیم فرض کنید بزرگترین چیه. مثلا ممکنه یه مؤلفه ایگرگ باشه که مؤلفه ایگرگ تابع مؤلفه ایکسه، ولی مؤلفه ایگرگ بزرگترین مؤلفه است. حالا من فکر میکنم که اساسی ترین مؤلفه، که البته من به قول شما که گفتید ترمینولوژی دقیق جامعه شناسیش نمیدونم، ولی به نظر من میاد که یک چیزی اگه اینجوری تعریف کنیم، بگیم حالا شما بگید اون وقت من چی میخواستم بگم که نتونستم، یه کانسیستنسی ذهنیت جامعه در یه فاصله زمانی هرچه بزرگتر، این اون اساسی ترین مؤلفه تاثیرگذاره. یعنی اینکه مثلا شاید جامعه ایران یه جامعه ایه که این کانسیستنسی اصلا تو جامعه ایران وجود نداشته خیلی هیچ وقت، یا توی مؤلفه های خیلی محدودی وجود داره، و اون اساسی ترین فاکتور اون خصوصیتیه که دارای طولانی ترین کانسیستنسی تو جامعه بود. به نظر من اینطوری. حالا شما بفرمایید من چی میخواستم بگم که موفق بشم. من دیگه، خب شما هم اسم فصلی رو که میخوای بنویسی هستش استمرار دیگه، استمرار وضعیت نیست؟ استمرار اسمش. حالا بله، حالا یعنی استمرار ذهنیت مردم، یعنی این که ببینید مثلا جامعه ایران یه جامعه که هی پایین و بالا رفته، هی تحت تاثیر مسائل مختلف وضعیت عوض شده و هیچ مؤلفه فکری، فرهنگی، رفتاری، شیوه زندگی فرصت پیدا نکرده در جامعه ایران ریشه های عمیق داشته باشه. تد اشتباه میگم. و من فکر میکنم اون، اگه فرض کنیم که یک جمعی، ببینید مثلا من اینطوری میفهمم خودم، که شما وقتی که میخواید یک مؤلفه رو مثلا توی فیزیک یا تو هندسه اندازه بگیرید، این مؤلفه فرض کنید که مثلا از جنس مثلا دو تا مؤلفه باشه یا سه تا یا بیشتر، مثل سطح میشه یا مثل حجم. خب این اندازه‌گیریش توی فاصله زمانیه. مثلا شما فرض کنید که اگه تغییرات یک تابو توی فاصله زمانی در نظر بگیرید، اون وقت اون اندازه‌ای که این تغییرات رو ایجاد میکنه مثلا توی فاصله زمانی، این مساحت میشه، اون وقت این یه اندازه داره. خب اون وقت اگه شما همین حالت رو راجع به ذهنیت جامعه در نظر بگیرید، یعنی چگونگیه به فرمایش شما استمراره یه ذهنیت اجتماعی در طول تاریخ، یک خصوصیتی مثلا دیگه شما بهتر میدونید، این چیزی که من میگم الان از شما یاد گرفتم، مثلا شیعه‌گری تو جامعه ایران به یه دلایلی مستمر شد و به خاطر این به یک خصلتی تبدیل شد که در جامعه ریشه کرد. و این حالا بنابراین شما اگر بخواید که یکی از خصوصیت‌های جامعه ایران در نظر بگیرید، یکی از خصوصیت‌های جامعه ایران شیعه‌گریه مثلا، احتمالا به خاطر استمرارش که بوده مثلا توی فاصله زمانی. و اگه این رو بشه اندازه گرفت که مستمرترین خصوصیت‌های جامعه ایران چیست،
و اون میتونه بشه اساسی ترین فاکتور تعیین کننده مسائل جانبی و مسائلی که تابع این هستن. ببخشید از من. مرسی. پس استمرارم شد فصل سوم. مرسی. شبنم جان بفرمید. مرسی سفیده. من راستش رو بگم خودم فکر نکردم، ولی چیزهایی که یه مدت پارسال یه این رشته که میخوندم روابط بین الملل و توسعه، یعنی ابتدایی ترین چیزی که راجبش صحبت میکردن راجب جامعه مدنی بود و یک مفهومی که تعریف میکردن، من نمیدونم دقیقا به فارسی چی ترجمه شده، institutions، ولی نه به معنای مثلا چه میدونم مؤسسه و نمیدونم دانشگاه و این چیزا. معنی توی جامعه، توی جامعه شناسی بهش میگن نهاد، تو جامعه شناسی نهاد. آها. یعنی اولین چیزی که راجع بهش صحبت میشد که این سیویل سوسایتی بود، یعنی اهمیت این، یعنی حتی میگفت توی پولیتیکال ساینس هم یکم مهمترین ها و اولیاش این سیویل سوسایتیه. بعد که راجع به این صحبت میکرد میومد اهمیت این به قول شما نهادها رو مطرح میکرد و بعد روابط بین نهادها، اینکه چه سازوکاری دارن، چه نظم اجتماعی دارن، چه همکاری ها و تعامل هایی بین هم دارن، توی یه جامعه این نهادها چه جوری تعریف شدن، چه قوانینی و نرم هایی برشون حاکمه. و بعد یعنی این رو شاید مهمترینش میدونست و بعد هم خب اعمالی که اون دولت انجام میده، چه در سطح محلی، چه ملی، چه بین المللی، ولی قبلش این رو مطرح میکرد که اون جامعه، اون سیویل سوسایتیش چجوریه، چجوری به وجود اومده، قوانین حاکم بر اون نهادهای اجتماعیش چجوریه. و خب الانم که داشتیم چند دقیقه پیش بحث میکردیم داشتم، یعنی به اون مرتبط باشه، شاید واقعی ترینش اینه، یعنی شاید اینه که سرنوشت ما رو عوض کنه، شاید تغییر تو اینه که سرنوشت ما رو عوض میکنه و کشورمون رو و یه کشور توسعه یافته پایدار درست میکنه. شاید ما مشکلمون اینه واقعا، نمیدونم، کشورهای خارجی و حمایتشون نیست، مشکلمون شاید شیطان بودن اون آخونده هم نیست، اون که هست ما نمیتونیم اونو تغییرش بدیم. شاید چیزی که میتونیم تغییر بدیم که توی سیاستمون تأثیر بذاره و سرنوشت مملکتمون همینه، اون جامعه مدنیمون رو چجوری بسازیم و نهادهای اجتماعیمون رو چجوری نرما و قانونهای رو تغییر بدیم توی اونها. مرسی. فصل چهارم شد نهادهای اجتماعی. ممنون. آقای سایی بفرمایید. خواهش می‌کنم. ممنون خانم قیاسفند. من به با توجه به صحبت‌های همه دوستان، به نظر من مهمترین عامل یا نهادی که یه جامعه می‌تونیم راجعش بحث کنیم خود ملت اصلا. تعریف ملت و اینکه مردم باوری که به این تعریف دارن چگونه است. این که فقط بگیم ما یه ملتیم و شعارشو بدیم به نظر من کافی نیست. باید ببینیم که در مقابل این ملت چه وظایفی داریم و چه کارهایی باید انجام بدیم، چه کارهایی نباید انجام بدیم. وقتی پای اولویت قرار دادنه، آیا اول زندگی شخصی خودمون و خانوادهمون اولویت قرار میدیم و بعد به مردم و ملت فکر میکنیم؟ یا نه برعکس، میتونیم یه جوری بگیم که نه ما اول مثلا میتونیم به ملت فکر کنیم و میدونیم که نفع مردم در نهایت برمیگرده به نفع ما. و عملا تو تعریف هویت وقتی میریم باز همین بحث ملت در اصل داریم صحبت میکنیم، بحث نهادها رو که وقتی میخواییم صحبت کنیم باز داریم راجع به ملت و روابط بین مردم صحبت میکنیم و واکنش این ملت توی صحنه‌های مختلف
به نظر من تعیین کننده میشه. شما یه موقع روابط بین مردم شهرهای مختلف، محله‌های مختلف، دو تا همسایه است. یه موقع نه، شما داری با افراد خارج از کشور خودت میخوای روابط و تعامل داشته باشی. و اینکه این مردم چگونه پشت اون سیستم حکومتی وای میستن، چجوری حمایتش میکنن و چجوری برخورد میکنن با شرایطی که اتفاق میفته، این به نظر من تعیین کننده است. الان اتفاقی که توی متاسفانه تو ایران افتاده، مردم از ملتگرایی به نظر من خیلی تهی شدند و بیشتر الان فردگراییه. یعنی هر کی میگه من گلیم خودم عذاب بکشم بیرون، بقیه هر اتفاقی واسش افتاد بیفته. من اینجوری حس میکنم تو جامعه. وقتی که یارو به راحتی میره خفتگیری میکنه، نمیدونم میره دزدی میکنه. حالا از اون که تازه نوع مشخصشه، حالا کسای دیگه که از کارشون میدزدن، از پروژه هاشون میدزدن، از کاری که دارن انجام میدن میدزدن. نمیدونم طلا فروشی کم میفروشه، میوه فروشی کم فروشی میکنه. همه به نوعی دارن یه جوری فکر میکنن که زرنگی دارن میکنن و فکر میکنن که میتونن چرخ زندگی خودشونو به تنهایی با کاری که دارن میکنن، حالا غلط یا درستش رو فکر کنیم، دارن میبرن جلو. ولی نمیبینن که من با این کم فروشی دارم به کی ضرر میزنم و بعد این چرخه به صورت یک زنجیره دوباره برمیگرده به سمت خودم و من دوباره آسیب میبینم از این چرخه غلطی که اتفاق افتاده. به طور مثال اگر یکی، نمیدونم هنوز تو جامعه ما چقدر اتفاق میفته این قضیه که اگر یکی اشتباه حساب کنه برمیگردیم بهش بگیم آقا اشتباه حساب کردی، اما بیشتر پول میدادم تو کمتر حساب کردی. الان من ده سال نیستم تو اون جامعه، نمیدونم الان چجوریه، ولی من یادم از اخلاقای خوب قدیم که صحبتش بود اینجور چیزا بود که آدم به حقوق دیگران احترام بذاره و تلاش کنه در کمک به دیگران برای استیلای حقوقشون. وقتی این نباشه اینطوری میشه که طرفو میکشن، هیچ دادخواهی هم براش بلند نمیشه. به قولی هم میگم حالا که برای ما که اتفاق نیفتاده، حالا اونا هم دیگه خودشون کنار بیان. به قولی که تو اعتراضات میگفتن نشینید تا زمانی که خودتون درگیر شده باشین با این قضیه کشت و کشتار. مسئله اینه به نظر من ملت مهمترین مفهومیه که باید جا بیفته توی یک کشور، بین یک قوم، یک نهاد مردمی یا یک جامعه بگیم اگر. و تا وقتی این درست تعریف نشه و درست مردم اهمیتش رو ندونن و بهش ایمان پیدا نکنن، این چی میگن، این دیوار کج همجوری کج میخواد بره. الان مردم حاضرن میلیون ها تومن خرج کنن که نذر نمیدونم مراسم امام حسین بکنن، ولی به همون شخص بگی آقا همسایه دوتا خونه اونورترت شام نداره بخوره، سر گشنه میذاره زمین، حاضر نیست 5000 تومن بده یه شام براش بگیره بده بهش. این درد جامعه است به نظرم. ممنون. عرض کنم که تقریبا جریان کلاس ما هم به همین ترتیب بودش که سوال استاد این بود که در علوم سیاسی که شما آمدین دانشجوش بشین، اون کانسپتی که از همه مهمتره و این علم رو به وجود میاره چیه؟ که خب هر کسی نظری داره، یکی گفت سیستم، یکی گفت ملت، یکی گفت نمیدونم تولرانس، همه این حرفا به ذهن ما میرسید. هفته بعدش که ایشون آمد گفتش که حالا من میخوام نظر شخصی رو بدم، نمیگم این نظر قطعیه ولی نظر شخصی منه که روی من خیلی اثر گذاشت و بعد از اون من هم سعی کردم که روی اون مدار حرکت بکنم تو زندگی فکری خودم. او گفتش که به نظر من اصولا علم ناظر بر تغییره. اگر تغییر در جهان وجود نداشت، علم هم وجود نداشت. هر علمی راه های تغییر سوژه خودش رو مورد مطالعه قرار میده، المنت های اون سوژه رو در نظر میگیره و اینکه این المنت ها با هم چه روابطی دارن و چگونه این روابط دستخوش تحول و تغییر میشه. این رو که مفصل توضیح داد
بعد گفت از نظر من مهمترین کانسپتی که در جامعه شناسی سیاسی وجود داره کانسپت جانشینی. همه ما جا خوردیم که یعنی چی؟ این وسط همه این کانسپت ها این داره راجع به جانشینی صحبت میکنه. گفت برای این که مهمترین تغییری که میخواد در سوژه شما اتفاق بیفته اینه که یه چیزی میخواد بره و یه چیزی میخواد جانشینش بشه. و تمام مطالعاتی که ما میکنیم در مورد اینه که اون بحرانگاه، اون بزنگاه تغییر به صورت جانشینی چگونه عمل میکنه. اگر راجع به انقلاب صحبت میکنیم، اگر راجع به تحول صحبت میکنیم، عجب راجع به تطور صحبت میکنیم، همه اینها راجع به تغییره و در اون تغییر لحظه بحرانی لحظه جانشین شدن یه چیزی یه چیز دیگه است. یه خورده حزم این حرف مشکل. باید مثال های مختلفی آورد، از ماکس وبر گرفته تا کارل مارکس تا لنین تا غیره، که همه اینها راجع به تغییر، لحظه بحران و جانشینی دارن صحبت میکنن و قواعد این رو دارن مطرح میکنن. یعنی اون چیزی که مثلا شبنم گفت راجع به نهادهای اجتماعی، این مربوط میشد به اجزای بازی، ولی خود اجزای بازی مورد نظر نیست. مورد نظر تحولات اینها و لحظه بحرانی تغییرات اینها هستش که چجوری مثلا جانشین میشن. یه حکومت سلطنتی میره، یه حکومت نمیدونم جمهوری جانشینش میشه، یا حکومت ولایت فقیه میخواد جانشینش میشه. من سالها بعد که از انگلیس آمدم امریکا و اینجا بیشتر به کارهای سیاسی پرداختم و نوشتم، من این فکر این استادم که همینطور تو کلم بود، این تبدیل شد به مفهوم آلترناتیف. یعنی من با این عینک از اون به بعد دنیا رو نگاه کردم که اگر که آلترناتیوی نباشه بحران جانشینی چگونه میخواد صورت بگیره، یا اگر که یک جامعه ای یا یه سیتواسیونی میرود به طرف بحرانی شدن، چند تا گزینه وجود داره و احتمال اینکه یکی از اون گزینه ها جانشین قبلی بشه کدومه و چگونه میشه در این ماجرا دخالت کرد و با آفرینش آلترناتیف های جدیدی مسیر تغییر رو تکون داد. من نمیدونم شما با این نظرات اون استاد من موافقید یا نه، من دارم نقل قول میکنم. خودم تحت تاثیر این حرفا زندگی خودم رو ساختم. یعنی همیشه فکر کردم که شما فکر کنید در بحران رفاقتتون، در بحران زناییتون، بحران اجتماعیتون، همیشه مسئله جانشین که بعدش چی میشه، چی میخواد جانشین یکی بشه هستش که شما رو به مطالعه وضعیت برمی‌انگیزه و تصمیم گیری های شما رو شکل میده. نمیدونم با این نظرات شما دوستان موافقید یا نه. منم اتفاقا همین سوال فرشید رو دادم که از اون چی که من گفتم نظر دوستان چیه، یعنی حرفی که استاد ما زد به ما. من آقای دکتر بذار یه یک بزنم حالا که کسی یک نزده. من حقیقت شو بخواد تو زندگیم همیشه همینجورم، یعنی همیشه فکر میکنم که اگر من این تصمیم رو بگیرم فرداش رو تصور میکنم که خب حالا میخوام چیکار کنم. بنابراین این باعث میشه که تو اون تصمیمی که میخوام بگیرم بیشتر فکر کنم. تقریبا میتونم بگم همیشه همینطورم. فکر نمیکنم کسی باشه که غیر از این باشه. شبنم جان ببخشید، آقای سایی شما بفرمایید. ممنون. من واقعیتش خیلی آقای دکتر موافق نیستم با این دیدگاه، به این دلیل که من علم و عامل تغییر نمیبینم. در ساعتی ابزار من عامل تغییر مطالعه تغییر. بله. به هر حال علم از نظر من که حالا مهندسی خوندم یه ابزار همزه.
استفاده میشه برای اینکه شما بتونید کارا رو بهتر انجام بدید. حالا تو هر زمینه‌ای که قرار میگیرین اون کار بهتر انجام بدید. و اینکه تغییراتی که اتفاق میفته، چه ما بخوایم چه نخوایم اتفاق میفته و همیشه هم لازمش این نیست که یه چیزی بره، یه چیزی جدیدی جاش بیاد. میتونه همونی که هست یه ذره بهتر شه، یه کوچولو تغییر کنه یا یه تغییر عمده اساسی داشته باشه. و اینکه ما آدما معمولاً اون موقعیتی که هستیم با هر آگاهی و سطح دانشی که داریم اگه عاقلانه فکر کنیم بهش و عاقلانه بخوایم بها بدیم، همیشه بهترین تصمیمی که فکر میکنیم درسته رو میگیم. ولی عموما مثلا بعد از 5 سال 10 سال که میگذره اگر بخوایم برگردیم دوباره همون تصمیم رو بگیریم، شاید یه کار دیگه بکنیم و یه مسیر دیگه رو انتخاب کنیم. و این به واسطه اون دانشی که تو این 10 سال اندوخته کردیم و یاد گرفتیم که آی اگر من این کار رو میکردم شاید بهتر بود. ولی به نظر من نکته مهمش اینه که آدم قصه گذشته رو نخوره. من خیلی اینجوری پیش میاد کارام، خصوصا کارهای فنی که میکنم، اگر اینو انجام دادم هم بهتر بوده. ولی میگم اوکی، اون موقع بهترین تصمیمی که من میتونستم بگیرم این بوده، اون کاری که کردم اون موقع بهترین بوده و از این به بعد حالا با این علمی که دارم چه تصمیمی میگیرم. و به همین خاطر من اینجوری نمیبینم که عامل علم خیلی تعیین کننده باشه، چون شما مسیر رو دارین میرین. اگر علم داشته باشین مسیر رو میتونین بهتر برین، شاید سریعتر برین، شاید با تلفات و مشکلات کمتری عبور کنین. ولی معمولا نهایتا آدم میرسه به اون ته و هر کم اون مسیر یونیک خودشو داره. یعنی هر جامعه، حالا دو هر اسکیلی اگه صحبت کنیم، اون مسیر خودشو میره و هیچ کس هم نمیتونه بگی که ما اگر مثلا این کارو بکنیم حتما میرسیم به اون نقطه‌ای که باید فکر میکنیم. یعنی انقدر عوامل متفاوت هست و عدم قطعیت‌های بزرگ و کوچیکی وجود داره که هیچ وقت نمیتونیم به پیشبینی‌هایی که میخوایم بگیم 100% تایید میکنیم که ما میرسیم. در این خاطر من موافق نیستم که مهمترین قضیه این باشه که ما همیشه دنبال جایگزینه باشیم یا بخوایم بهش فکر کنیم که چه عامل تعیین کننده ای اگه این نباشه هیچ اتفاقی نخواهد بود. از من تمام. باش، موافقم. یعنی از نظر عملی هم کار دیگه ای نمیشه کرد به جز اینی که شما میگید آقای دکتر. ولی تا چه حدی، من به این فکر میکنم، تا چه حدی اون آلترناتیو باید ایدئال باشه، چه از لحاظ حالا هرچی تئوری گفتمان بعدش پلن ها که میریزیم برای رسیدن بهش، استراتژی ها چقدر باید توی دیتیل بهش پرداخته شده باشه. یعنی ما چه وقتی باید اون رضایت خاطر، آرامش خاطر رو پیدا کنیم که الان این واقعا آماده است از هر لحاظ، پس بیایم به صورت عملی تر اقدام کنیم به تغییر. یعنی فکر میکنم خب اینی که میگید خیلی درسته، ولی تا چه حدی باید اون آلترناتیوه، یعنی بگیم که الان این چیزیه که اوکی هستش حداقل برای اینکه جای حکومت فعلی مثلا بشینه. اگر بخوایم خیلی بترسیم یا خیلی ایدئال نگاه کنیم، اون موقع شاید فکر کنیم هنوز اون زمان نرسیده، چون به هر حال توی تغییر ریسک هست. یعنی من خودم همیشه فکر میکنم مطمئنن یه بخشای از موقت در برای زمان کوتاهی پس از فروپاشی این حکومت، و من برای خودم فکر میکنم ما مجبوریم این رو قبول کنیم و براش راهکار داشته باشیم ولی ازش نترسیم، چون فکر میکنم یه سری اتفاقا میفته. من میگم حرف شما درست، ولی
ما اون نقطه که اقدام کنیم برای اون کدوم نقطه است؟ کی شروع کنیم؟ مثلا چه وقت صبر کنیم؟ چه وقت با شرایطی که داریم بسازیم؟ به خاطر اینکه بگیم هنوز موقعیت بعدی اون چیزی که مد نظرمونه، اون ایدئال، اون آلترناتیو خوب و درست نیست. اون نقطه کیه پس؟ این برای من سواله. ببینید، من راجع به ایدئال که صحبت نکردم، من راجع به علم صحبت کردم. گفتم علم بر اساس تغییر این اجزایی که در یه سیستمی وجود داره ساخته میشه. شما هر علمی رو که نگاه بکنی داره میگه که این دارای یه اجزاییه و این اجزا با همدیگه ارکستراسیونه، این اجزا این تغییر رو فراهم میکنن. توی این تغییری که دائما کل جهان در حال تغییره، من در حال تغییرم، درخت در حال تغییره، فصول دارن میان و میرن، اون چه از لحاظ جامعه شناسی سیاسی مهمه مسئله لحظه بحرانیه که مربوط میشه به جانشینی. از لحاظ جامعه شناسی سیاسی ها، بنابراین این که چه چیزی ایدئاله و این حرفا، اینا بعدش کسایی که تصمیم گیری دارن برای برنامه ریزی اجتماعی میشنن آلترناتیوها رو نگاه میکنن، میگن این آلترناتیو بده، این آلترناتیو خوبه، یا اصلا آلترناتیو خوب وجود نداره، میریم میسازیمش. اینا همه بعد از اشراف به مسئله جانشینی پیش میادش. میگم به حال این بابا این حرف رو زد، رو منم این تأثیر رو گذاشتش که من هر وقت هرچی آمده پیشنهاد تغییری کرده، من بلافاصله فکر کردم که چی رو میخوایم جانشینه چی بکنیم. و بعدش آقای دکتر بعدن یکم دیگه راجع به این توضیح میدین که مثلا در موقعیتی که مربوط به مملکت ماست، خب ما برنامه روزگار آلترناتیو رو ساختیم، راجبش صحبت کردیم، ولی چجوری بیشتر به اون ربطش بدیم خیلی دقیق تر، یعنی یکم بعدا بیشتر توضیح بدید. باز هم به نظر من خب جالبه دیگه راجبش بیشتر حرف بزنیم، ولی خودتونم بیشتر توضیح بدیم، یعنی من فکر میکنم خودم دوزاریم نیفتاده هنوز. ممنونی دکتر. راستش باید با این کلمه یه مقدار مشکل دارم، این آلترناتیو. من جامعه شناسی رو که بهش فکر میکنم تو هر موضوعی، مثلا دموکراسی، سکولاریسم، لیبرالیسم، نمیدونم پلورالیسم، مثلا یه روندی داره تو هر جامعه ای، بعد این اگه مثلا نمودار بشه یه جاهای جهتش عوض میشه، حالا مثلا مینیمم و ماکسیمم بگیریم، که مطالعه این نقطه جهت در اون مورد بخصوص عوض میشه، فکر کنم آره یعنی مهمترین چیزه. ما تو اسمش رو اینو بذاریم آلترناتیو، بیشتر ترجیح میدم مثلا مطالعه نقطه تغییر جهت، چون الزاما این ممکنه اینقدر آروم تغییر جهت بده که الزاما اینطور نباشه، از یه چیزی تبدیل به یه چیزی دیگه بشه، مثلا یه انقلاب، یعنی خیلی مثلا اون بعدی با قبلی خیلی تفاوت داشته باشه، ولی جهت عوض میشه. مثلا یه جامعه که خیلی خیلی باز فکر کنیم به نقطه بحرانی میرسه، این جامعه باز که رواداری پس این توش یک ارزش هست، بعد تبدیل میشه که نه، از این نقطه دیگه میبینین این رواداری کم میشه، مثلا مردم خیلی، حالا مردم که اون ملت ممکنه مثلا فاشیست بشن، مثلا تحمل فرض کنین یه ایده به خصوصی رو نتونن داشته باشن. حالا این مطالعه که از کجا، یعنی چرا به اونجا میرسه و اون نقطه کجاست که جهت عوض میشه، فکر میکنم احتمالاً، یعنی نه احتمالاً، دقیقاً بله مهمترینه. مثلا اسم آلترناتیو روش گذاشتن، حالا در مورد سیاست خب خیلی سخت میکنه شما تا یک انقلاب یا یه چیز رو به طور کلی عوض کنین، مثلا اون تغییر جهته فکر میکنم مهمترین قسمت جامعه شناسی باشه تو هر، حالا تو هر موضوعی، موضوع فرهنگی باشه، میگم موضوع دموکراسی بشه، جامعه خیلی دموکرات، از یه جایی ممکنه به چه دلیلی جهتش عوض بشه، دقیقاً برخلاف جهت دموکراسی بخواد حرکت کنه. الزاماً هم اینطوری نیست، خیلی در واقع مثلا با شیب خیلی تندی باشه، این نقطه باشه یه چیزی به صورت کامل جایگزین یه چیز دیگه ای باشه، ولی جهتش تغییر میکنه.
این نظر من. ممنون. نه با من هرگز راجع به سرعت تغییر حرفی نزدم. من عرض کردم که تغییر همیشه هست. سرعتش میتونه فرق داشته باشه، ریتمش میتونه فرق، یعنی مبحث تغییر خودش یه مبحث مشبهیه تو این ماجرا. ولی توی این مبحث تغییر مهمترین نقطه، نقطه جانشینی، بحث جانشینی به این معنی که چه آروم باشه، چه سریع باشه، چه هر شکلی که میخواد باشه، یه فرماسیونی میخواد جانشین یه فرماسیون دیگه بشه به هر صورتی.